مبنای دشمنی توی انقلاب اسلامی چیه؟ مثلا الان آمریکایی دشمن چینیا نه، اونا که حداقل یه مسیحیتی دارن، اینا که از بیخ کافرن که. بعد یا مثلا اسرائیل دشمنه، اسرائیل که بر مبنای یک دین الهی شکل گرفته، بر مبنای یهودیت. دشمن اصلی در قرآن، در نگاه اهل بیت، در نگاه انقلاب اسلامی یک کلام، استکبار. اینا کسایی هن که خودشونو برتر، بیان که برتر باشن. باب استفعال طلب یه چیزیه، میگه استعلام بگیر. یعنی چی؟ برو به زور خرم استخبارات، به زور حرف میکشن. استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گنده. این مقام کبریایی بزرگی فقط مال خداست. الله اکبر. حالا این مستکبر هر کی میخواد باشه. ولو مستکبر نماز شب خون باشه. سوره دیدم که قرآن به اسم سوره مائده میفرماد که لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. لتجدن، سه تا قسم حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقلش تاکیده، بعد تای مضارعش نشانه از استمرار داره، یعنی همیشه همینه. قطعاً یه روزی دوزاریتون میفته و به این نتیجه میرسید که دشمنترین افراد با شما یهودی، بلافاصله بعدش میفرما چی؟ لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارى. رفیق ترینام مسیحیان، با همون سه تا تاکید. و یه سوال برام پیش میاد، یهودی پیغمبرم قبول نداره، امامم قبول نداره، قرآنم قبول نداره، هیچ چی قبول نداره، یعنی ما که هیچ اسلام قبول نداره، مسیحی قبول داره؟ نه. تازه ما در احکام به یهود خیلی نزدیک خیلی نزدیک‌تریم. یهود موحده، یهود گوشت خوک نمیخوره، یهود عرق نمیخوره، یهود ختنه میکنه. مسیحی اینجوری نیستن، همین کارا رو میکنن. مشرکن، قائل بر تثلیثن، مختون نیستن، عرق میخورن، گوشت خوک میخورن. بعد این یهود شد دشمن ترین، این شد دوست ترین. آه خدا، معیار شما چیه؟ هم ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، برای اینکه مسیحا مستکبر نیستن، یعنی قبلی‌ها که گفتن مستکبرن. کافر یه نفر باشه الزاما دشمن ما نیست. یه کافری گوشه نشسته با کسی کار نداره، امام صادق هم باش بحث علمی میکنه. یه زندیقی آمد بالا سر قبر پیغمبر با امام صادق بحث کرد، نه گردنشو زده حضرت، نه ها امیرالمومنین حاکم بوده با کافر داشته بحث. اما ممکنه یه شیعه اثنا عشری معمم نماز شب خون مستکبر باشه. مبنای دشمنی استکباره. کوتاه هم خدا نمیاد، به ما هم دستور ده. ببین ما عبد خداییم روی زمین، دو تا خدا رو زمین تحمل نمی کنیم. یه الله بیشتر وجود نداره. هر کی بخواد ادعای خدایی کنه، گندگی کنه، میاریمش پایین. این مبنای دشمنی در انقلاب اسلام. ما انقلاب کردیم، با دو تا حکومت ارتباط نداشتیم. یک رژیم صهیونیستی، دو چی بود؟ آفریقای جنوبی. چرا؟ حکومتشون آپارتایدی بود. سیاه‌پوستا رو آدم حساب نمی‌کردن، می‌کشتن، اذیت می‌کردن فلان. حکومت آپارتایدی از بین رفت. الان با آفریقای جنوبی مشکلی داریم؟ یکی از براز کشوری که ارتباطش با ما خوبه. عامل دشمنی بین ما عراق چی بوده؟ صدام مستکبر. از بین رفت. حالا ما دیوونه نیستیم که یه چیز بی‌مبنای دشمنی کنیم که. روزی ارتباط ما با امریکا، اسرائیل ارتباط عادی میشه که اونا دیگه مستکبر نباشه. فرضا ممکنه من با یک برادر چه میدونم دروزی مسیحی توی یه جبهه قرار بگیرم، با یه شیعه دوازده امامی توی جبهه قرار نگیرم. دعوای هستی دعوای مستکبر مستضعف.